میزان واسکولاریتیشون افزایش پیدا بکنه، کپیلاری بدشون افزایش پیدا کنه، باعث جذب بیشتر دارو بشن. پس هر چقدر ما در اون فردی که میخوایم ازش تصویر برداری بکنیم میزان استروژن پروژسترونش بالاتر باشه، میزان اینهانسمنت بکگراندمون هم بالاتره. هر چقدر میزان بکگراند اینهانسمنت بیشتر باشه، احتمال میس کردن ضایعاتی که جدا از اون بکگراند ما هستن سخت‌تر خواهد شد. توی خانم‌های قبل از یائسگی در روزهای اول تا هفتم، یعنی ششم و چهاردهم تا سیوم، حد اکثر میزان استروژن رو در بدنشون دارن و این باعث میشه که میزان بکگراند اینهانسمنت افزایش بده کنه. به خاطر همینه که ما میگیم در خانم هایی که قبل از یائسگی هستن حتما و حتما توی روزهای هفتم تا چهاردهم انجام بشه، به خاطر اینکه در این روزها میزان استروژن حداقل هستش و باعث میشه که اون واسکولاریتی بافت برس کاهش پیدا بکنه، واسکولاریتی نرمالش، و باعث میشه که بکگراند اینهانسمنت رو خیلی ضعیف ببینیم و احتمال اینکه ما بتونیم زایه رو به خوبی تشخیص بدیم خیلی برای ما راحت تر خواهد بود. پس شد روز هفتم تا چهاردهم ایده‌آل ترین هست برای ما. توی خانم های یائسه درصد بکگراند پانژمال اینهانسمنت ما خیلی خیلی کمتر از خانم های غیر یائسه است و هر چقدر سن افزایش پیدا میکنه معمولا نه همیشه میزان بی پی پی ما کاهش پیدا میکنه. و حالا تکسا و تحقیقاتی هم که انجام شده سنین 30 تا 40 معمولا بیشترین بی پی پی رو ما داشتیم به صورت طبیعی تو این سنین. خب این تصویر رو میبینید، این تصویری هست که یک تصویر 3D تیوان فسد از ناحیه برست با تزریق ماده کنتراست از خانومی که قبل از یائسگی بوده و در روزهای هفتم تا چهاردهمش تصویر برداری شده. میبینید میزان بکگراند اینهانسمنت ما بسیار ضعیف، ولی در این تصویر که همون خانم هست روی روز حدوداً 24 تصویر برداری شده، میبینید که چقدر اینهانسمنت طبیعی زیادتره و احتمال ماسک کردن ضایعات پنهان رو خیلی زیادتر میکنه. خب دوباره اینجا ببینید از یک فردی که یک مشکوک زایعه بوده توی سونوگرافیش و اومده برای تصویرگیری برس، تصویر 3D MIPش رو ملاحظه میکنید، یک زایعه‌ای وجود داره اینجا، ولی ما نمیتونیم این نحوه خونگیری این زایعه رو تشخیص بدیم. به خاطر چی اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه این تصویرگیری در روزهای غیر از اون هفتم تا چهاردهم یا هفتم تا پونزدهم که خدمتتون گفتم اتفاق افتاده، ولی این تصویرگیری در روزهای هفتم تا پونزدهم بوده و میتونیم این فیدینگ شریانی و حالا بازگشت وریدیش رو ببینیم و تشخیص برای ما راحت تره. این زایه واضحا یک زایه بدخیمه، ولی این رو نمیتونیم خیلی دقیق و با قطعیت بالایی بگیم که زایه یک زایه بدخیمه، این زایه اینویزیو داکتر کارسینما بوده. خب برای خانم هایی که حالا قاعدگی نامنظم دارن، برای اونها چی ما چه کار میتونیم بکنیم؟ روزش مشخص نیست. دو تا راه داریم اینجا. این که بیایم ازش مثلا یک هفته و بیایم ببینیم سطح استروژن پروژسترون بیمار تو کدوم هفته کمتره و بیایم همون موقعی که سطح استروژن پروژسترون پایین ترین حد ممکن هست تصویر برداری بکنیم. و راه دوم اینه که معمولا وقتی که استروژن و پروژسترون سطحشون خیلی بالاست، سینه های خانم ها یه مقدار سفتی پیدا میکنه و دردناک میشه. سعی بکنیم از سوال کردن از بیمار بپرسیم که آیا مثلا درد تو ناحیه سینه ها داری، با فشار درد داری، تندرنسی یا حالا احساس سفتی خیلی بیش از اندازه داری یا نه. اگر تو همین حالت هایی که خدمتتون گفتم بود، باید تصویر برداری به تعویق بندازید تا این حالت از بین بره. این هم در مورد این مورد. خب پس اینجا خدمتتون گفتم هفته دوم که همون هفتم تا 15 هست بهترین هفته برای تصویر برداری هستش. اوپن بیوپسی هم خدمتتون گفتم، رادیوتراپی هم در موردش صحبت کردیم. خب اگر بیمارتون بیماری بود که شیردهی داشتش، باید چه کار بکنیم؟ بیماری که شیردهی داره به دلیل اینکه این واسکولاریتیش افزایش پیدا می‌کنه، عدد شیریش بزرگتر میشن، تعدادشون بیشتر میشن، سطح استروژنش بالاتر میره، معمولاً وقتی ماده کنتراست تزریق می‌کنید خیلی 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 اینهانسمنت شدیدی می‌بینیم و این باعث میشه که ضایعاتی که ممکنه در برس لار پیدا می‌کنه ماسک بشن و دیده نشه. این تصویر رو ببینید، تصویری که از خانومی که شیردهی داشته، میبینید اینهانسمنت های طبیعی وجود داره اینجاها. حالا یک طرفه است، چرا یک طرفه؟ چون با این سینه بیشتر شیر دادن و شیردهی از این سمت بیشتر بوده، خب قدرت شیری این ناحیه فعال تر بودن، آسیمتریک هستش دیگه. تو این
تصویر که همون فرق است بعد از قطع شیردهی میبینید که اینهانسمنت هایی که اینجا وجود داشت در این تصویر از بین رفتن و واسکولار پرمیابیلیتیش کاهش پیدا کرده و میزان بی بی پی در این تصویر و این تصویر به شدت با هم متفاوت. خب مورد بعدی که تاثیرگذار هست، حالا استاد سعیدی خدمتتون گفتم من میخوام یه مقدار بازش بکنم تا بیشتر آشنا بشیم، در مورد هورمون تراپی هستش. یک سری درمان هایی هست که درمان های سرطان هست، در خانم های با کانسر سینه خیلی شایع هست. یکی از داروهایی که استفاده میشه تاموکسیفن هست. تاموکسیفن چیکار میکنه؟ میاد گیرنده های استروژن پروژسترون رو در سلول های سرطانی از کار میندازه، چون سلول سرطانی هم در واقع هم سلول طبیعی که دچار اختلال شده و رشد بیش از اندازه داره، میاد رسپتورهای اونها رو از کار میندازه. آنتی استروژن در واقع هستش، باعث میشه که استروژن تاثیر رو اونها نذاره و رشد اونها متوقف بشه یا